سلام دوستای خوبم، کتابی که براتون انتخاب کردیم حرفایت رو مزه مزه کنه. مگه میشه حرفا رو مزه مزه کرد؟ اصلا حرفا تموم مزه دارن که ما اونا رو مزه مزه کنیم؟ بیاییم بریم جواب همین سوال رو از توی کتاب پیدا کنیم. حرفایت را مزه مزه کن. وقت نهار مگی دوست الیزابت یک دفعه محکم به او خورد. الیزابت ناراحت شد. او با عصبانیت گفت: آهای، حواست کجاست؟ تو کیک من رو داغون کردی. همه ی لباسام حسابی نوچ شد. مدی با قلدری گفت: اه، چقدر لوس و نونوری تو. هیچ هم نونور نیستم، کله کدوی بوگندو. الیزابت یک تیکه کیک از باقی مانده کیکش را برداشت، اما اصلا مزه همیشگی را نمیداد. وقتی الیزابت از مدرسه به خانه برگشت، مادرش پرسید: امروز چطور بود عزیزم؟ الیزابت با اخم و تخم گفت: افتضاح. مگی حرف زشتی به من زد و من هم با حرف بدی جوابش را دادم. مادر گفت: حرف زشت حتما مزه حال به همزنی داشته. یادت باشه قبل از این که حرفی را به زبون بیاری مزه مزهش کنی. الیزابت فقط اخم کرد. الیزابت مداد چمی و دفترچه برادر کوچولوش رو برداشت و انداخ روی زمین. رمی یکی از مداد چمی ها را برداشت، اما الیزابت گفت: نه خیرم، تو نمیتونی با من این نقاشی را رنگ بزنی، هنوز نیمی کوچولو هستی. وقتی داشت این حرف را میزد، انگار دهانش مزه لیمو و آشغال میداد. اه چقدر بدمزه. او سعی کرد مزه ترش را تف کند، اما هر کاری کرد نشد که نشد. مادر گفت: الیزابت عزیزم، میدونم ناراحتی، این دلیل نمیشه با دیگران بد اخلاقی کنی. از برادرت معذرت خواهی کن، بعد هم بیا برای شام به من کمک کن. الیزابت نقنق کنان گفت: مامان جان، اصلا دلم نمیخواد این کارو بکنم. وقتی داشت این حرف رو میزد، انگار دهانش مزه شیر فاسد میداد. ای، حالم به هم خورد. مادر با اخم گفت: برو توی اتاقت. الیزابت بدو بدو از پله ها رفت بالا و گفت: امروز چه روز مزخرفیه. وقتی داشت این حرف ها را میزد، انگار دهانش مزه تخم مرغ گندیده میداد. او سری رفت سر وقت مسواکش. الیزابت حسابی دهانش را شست و چند بار تف کرد، اما آن طعم حال به همزن اصلا رفتنی نبود. یک قلوب گنده آب خورد و گفت: از این مزه متنفرم. وقتی داشت این حرف ها را می زد، انگار دهانش مزه آب خیارشور می داد. ای، الیزابت خودش را تالاپی انداخت روی تخت. گفت: این واقعا مسخره است. نمی شود که مزه کلمات را چشید. همه اینها تقصیر مدی است. درست در همین لحظه دهانش پر شد از مزه گلولال و چشمانش پر اشک شد. همانطور که به حرفهای مادرش فکر می کرد، بلند شد و نشست. حرفهایت را مزه مزه کن. او گفت: چه عجیب، و فکر خوشمزهی به ذهنش رسید. من این اسباب بازیم را به تو هم میدهم تا با هم بازی کنیم. مزه کیک تولد. میتونم کمکتون کنم؟ مزه آب نبات نعنایی.
اول شما بفرمایید. مزه پرتقال. لطفاً مزه آب نبات ژله‌ای. الیزابت با خوشحالی فریاد زد حالا درست شد. او دیگر می دانست باید چه کار کند. الیزابت بدو بدو از پله ها پایین آمد. او گفت مامانی به خاطر همه ی حرف های بدمزه ای که زدم معذرت می خواهم. با همین چند تا کلمه زیبا مزه بستنی توت فرنگی خامه ای و خنک را در دهانش حس کرد. مادر او را محکم بغل کرد. الیزابت گفت من هم میام تا به شما کمک کنم با هم دیگه شام درست کنیم. مزه کارامل. به به. الیزابت دوید و رفت توی اتاق کناری و برادر کوچولوش رو بغل کرد و گفت رمی جان ببخشید رفتار من اصلا خوب نبود. دوست داری با هم نقاشی بکشیم؟ تا این حرف رو زد دهانش پر شد از طعم میوه مورد علاقش یعنی هندونه آبدار و خوشمزه. روز بعد الیزابت به سمت مدی دوید و گفت من نباید برای تو اسم میگذاشتم. معذرت میخواهم. من رو میبخشی؟ همین که الیزابت عذرخواهی کرد سری لبهایش را مزه مزه کرد. شیرین و شکری بود مثل گیلاس. مدی دستهایش را دور الیزابت حلقه زد و گفت من هم معذرت میخواهم. آن روز الیزابت حرفهایش را در کلاس مزه مزه کرد و هر لحظه برایش شیرین و شیرین تر می شد. موقع نهار توی زمین بازی، موقع خواب، الیزابت همه اتفاقهای آن روز را برای مادرش تعریف کرد. مادر لبخند زد و کنارش نشست. درست در همین لحظه لوی با یک لنگ کفش در دهانش پرید روی تخت. مادر گفت نه لوی گربه بد. لوی کفش را انداخت و دومش را جمع کرد. الیزابت گفت مامان جان حرفهایت را مزه مزه کردی؟ اخم مامان رفت توی هم و گفت مزه غذای گربه می داد. فکر کنم باید تمرین کنم تا من هم حرفهایم را مزه مزه کنم. بعد الیزابت خوشمزه ترین جمله ای را که تمام روز چشیده بود گفت دوست دارم. مادر گفت منم دوست دارم عزیزم. هر دو لبخند زنان طعم این کلمه ها را مزه مزه کردند. شیرین بودن مثل شکلات. مامان باباهای مهربون برای حمایت از ما کانال فیکولند رو دنبال کنین. لایک و کامنت یادتون نره. خدا نگهدار.